محمد اسماعیل خان رهبر پیشینه جهادی میگوید پروژه جنگ افغانستان پروژه خارجی است و آنها این جنگ را تداوم میدهند. این رهبر جهادی از مجاهدین بزرگان قوم و تجار هرات خواست که بسیج شوند و در کنار نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت تلاش کنند. آقای اسماعیل خان هشدار میدهد که مردم بیشتر از این تحمل چنین وضعیتی را ندارند. او از رهبران حکومت خواسته تا با سران جهادی در زمینه مشوره کنند. محسن کریمی گزارش میدهد. این رهبر پیشین جهادی بارها از چگونگی وضعیت فعلی انتقادهای تند کرده است. بار دیگر محمد اسماعیل خان نگرانیاش را از وضعیت کنونی ابراز داشته میگوید جنگی که در گوشه و کنار کشور جریان دارد و وضعیت فقر و بیکاری صبر و تحمل مردم را لبریز ساخته است. آقای اسماعیل خان پافشاری میکند که خارجی ها هیچگاه نمیخواهند جنگ کنونی پایان یابد و آنها این جنگ را دوام میدهند. محمد اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی که در محفل یاد بود از 12 سالگرد کشته شدن میرویس صادق فرزند ارشدش صحبت میکرد، بار دیگر از مجاهدین خواست که بسیج شوند و نگذارند گروه های نوظهور امنیت کشور را برهم بزنند. او از رهبران حکومت میخواهد تا در قسمت چگونگی مدیریت وضعیت کنونی کشور با سران جهادی و بزرگان قوم به مشوره بنشینند. این رهبر جهادی به این باور است که اگر حکومت از ابتدا با سران جهادی و بزرگان قوم در مورد بیرون رفت از این وضعیت مشوره می نمود، حالا وضعیت این گونه نبود. یقین داریم که روزی جامعه جهانی و ناتو هم از این سرزمین خارج می شن. اما ما در جنگ باقی می مانیم. لذا خانوادی جهاد و ملت ما سخت نگرانند. به حکومت وحدت ملی می گوییم که پیش از این که ما در این جنگ با مشکل عظیم روبرو بشیم، بیاییم با سران بزرگ این سرزمین و با مجاهدین و ناجیان و رهبران بزرگ جهاد مشوره کنیم. این نخستین باری نیست که آقای اسماعیل خان نسبت به چگونگی اوضاع و رهبری حکومت انگشت انتقاد بلند می کند. بارها در سخنرانی هایش از عملکرد ضعیف حکومت وحدت ملی انتقاد کرده و نگرانی خود را نسبت به بدتر شدن وضعیت امنیتی کشور ابراز داشته است.